بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، و یا رب العالمین، ای اون که عزیز خاطر مایی تو، ما خسته عشقیم و مسیحایی تو، ای چشم و چراغ عارفان، ای سجاد بیمار نیی، طبیب دلهایی تو، مستم از خم حقیقت، نی خم خمارها، مستم از خم حقیقت، نی خم خمارها، مستی ما را نمی دانند جز هوشیارها، در درون صاحب خانه نیست، چند گردی گرد خود، چون استر استارها، دوش خواب آلود رفتم بر در میخانه ای، دیدم اونجا جمع گرد یک دگر بیدارها، ساقیان ماهرو در دستشون. بسم الله الرحمن الرحیم، به هم تسلیت میگیم و از خدا میخوام که توفیق همراهی در این عزاداری رو به ما به هممون بده. امروز 40 واقعه شهادت حضرت مولا امام حسین است. همینم 40 روز چه خب حضرت وقایع همچوری بوده است که 40 میگن روز ورود قافله به کوفه بوده، بعضی هم میگن روز ورود قافله یکی به دمشق بودیم، همسان اونش واقعی تاریخی بتونستن یک خوده زودتر حرکت کنن، زودتر برسن یا دیرتر کنن. اما اصل 40 روز، اصل لقب 40، خیلی اهمیت داره. در قرآن هم بعضی جاها صریحا و بعضی ها به اشاره و کنایه 40 رو فرمودن. حتی جوری که یادم میاد در جای خوندم که مراحل تکامل جنین در رحم مادر هم
40 روز یا نه 40 روز یک بار قرآن میگه میفرماید مراحل رو میگه ولی بدون مدت معمولا البته اینجوری بلا ممکنه موردی غیر از این باشه ولی معمولا که میگوید در اون آیه چیز وقت در اون آخر حالا اوایش یادم افتاد میفرماید که و ازون و کسون العظام لحما خلقت ها را که میگه میفرماید که چی تبدیل به استخوان شد استخوان رو ما با لحم پوشوندیم نفرماید لحم رو خدمت کردیم خلقت کردیم بعد موارد دیگه همه موارد میگه خلق کردیم در این موارد نمیگه فقط آخرین خلق رو استخوان میگه و بعد از استخوان میگه و میگن این هم 40 روزه هر 40 روز یک بار کمان که در فقه هم وقتی که صحبت دیه جنین میشه یعنی اگر کسی موجب سقط جنین دیگری و حتی خودش بشه باید دیه ای بده دیه براش به 40 روز تفاوت میکنه دیه اولی یه مختصریه اون دیه آخری یه مثل یه انسان کامل تقریبا 40 روزه اینه که ما 40 روز هم معمول دار هست در شیعه رسم است که 40 روز رو هم یادگار تازه‌ای براشون اتفاق میفته و یادآور میشوند در واقع خدا میخوام بگم که فراموش نکردیم و نخواهیم کرد که یزید بر سر ما چه آورد و در روز قیامت هم از خداوند مجازات او را خواهیم خواست یه همین آیه قرآن می‌فرماید که وواعدنا موسی لیلتن اربعین لیلتن و اتممناها به عشر میگه با موسی قرار دادیم گفتیم که 30 روز بیا پیش ما و او آمد 30 روز آمد ما 10 روز بهش اضافه کردیم و تکمیل کردیم این عدد رو منظور میشه این معلومه تکمیل یه عبادت تکمیل شرفیابی حضرت موسی علیه السلام به بارگاه تکمیلش با 10 روز اضافه یعنی با 40 روز کامل میشه من خیلی فکر کردم که این تکمیل منظور چیه چطور از تفاصیل نگاه کردم نفهمیدم معلوم میشه خب خیلی ها دقت نکردن یا لازم ندونستن لازم هم نیست البته ولی چرا از اول خداوند 40 روز وعده نکرد 30 روز وعده کرد بعد که 30 روز این رفت 10 روز هم اضافه کرد البته یه نتیجه که این مسئله داشت شاید هم نظرش همون بود خداوند اینه که وقتی این 30 روز نیامد بعد 30 روز سر صدای مخالفین موسی بلند شد البته مخالفت با خودش که نداشتن
و فرمایشاتش که خدا خداشناسی بود و اینا مخالف بودن. که بعد قضیه اون گوساله به وجود آمدن، بوتی که چیز کردن، و این هم شد یک مرحله‌ای در زندگی بنی اسرائیل و یه مرحله آزمایش و درس و امتحانی برای ما. شاید البته تنها اثری که الان ما میبینیم اینه که با به این وسیله خداوند امتحان کرد با اون بنی اسرائیل رو، و یک کمی شاید به ما هم رسیده. برگرد انشاءالله ما چون به مناسبت اربعین میگیریم، خداوند ما را در اربعیناتی که داره موفق بداره. بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالم، ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین الأئمة الهداة المهديين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الإنسان العين وعين الإنسان المقدس عن الشين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. برای بزرگان دین، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و ائمه بعد از حضرت سید الشهدا، ما فقط یوم الرحله داریم. به عربی یوم الرحله یا یوم الشهاده، یعنی همون روزی که به شهادت رسیدن، همون روزی که رحلت کردن. اربعین نداریم. از ویژگی ها و مختصات حضرت سید الشهدا علیه السلام اینه که ایشون اربعین دارن. همونطور که اشاره فرمودن، عدد 40 عددی است که صراحتاً در این آیه‌ای که اشاره فرمودن و وعدنا موسی 30 لیله ثم اتممناها به عش فتم میقات ربه 40 لیله. حضرت موسی خدا بهش فرمود در کوه طور 30 روز روزه بگیر، این ریاضات را انجام بده و در اینجا مستقر باش. روز 30 حضرت موسی از اون عالم وحدت که بهش توجه داشت، یک توجه مختصری براش پیش آمد به عالم کثرت. اون چی بود؟ یادش اومد 30 روزه چیزی نخورده،
یا روزه بوده افطار خورده. دهانش شست. خطاب آمد چرا دهانت شستی؟ گفت برای اینکه خوشبو باشه. خطاب آمد مگر نمیدونی که خلوم فم صائم احب الیه، بوی دهان شخص روزدار رو من دوست دارم، لذا چون یادت اومد از عالم وحدت توجه به عالم کثرت کردی، ده روز دیگه باید روزه بگیری و به این 30 روز اضافه میشه. فتم میقات، میقات از همون وقته، یعنی اون مدتی که خداوند حضرت موسی رو دعوت کرده بود و ایشون مشغول ریاضت بودن. فتم میقات ربه 40 لیله، شد 40. قبلش رو نمیدونم، ولی بعدش رو همونطور که اشاره فرمودن 40 شد عدد ریاضت ها. به همین جهت در بین عرفا رسم افرادی رو که بخوان تربیت بکنن، دستور ریاضت بدن، 1 چله یا 2 چله یا 3 چله ریاضت میکشن، تحت دستورات بزرگ وقت هستن. یادی بشه اینجا از شیخ بزرگوار مرحوم آقای حاجه های حایری ارشاد علی رحمت الله علیه. ایشون 120 روز، یعنی 3 تا 40 تحت تربیت و ریاضت های مخصوصی که به ایشون دستور داده شده بود بودن. ولذا 40 نشینی که 40 روز ریاضت باشه، اونم به دستور پیر، نه از پیش خود، در بین عرفا رسم بوده. بنده در موقعی که در بنیاد دایرة المعارف اسلامی اینجا کار میکردم، مراجعه بفرمایید، این جلدش چاپ شده، اونجا تحقیق مفصلی راجع به حرف چه که برسید، راجع به 40 و 40 نشینی بر مبنای آیات شریفه قرآن و روایات و احادیث معصومین علیهم السلام دارم. حضرت عیسی که بعد از حضرت موسی بودن، حضرت عیسی علیه السلام طبق گفته انجیل دوره ریاضتشون 1 چله بوده، 40. منظور از این جهت در عرفان 40 و 40 نشینی و 40 جایگاه ویژه‌ای داره. حدیث معروفی هم که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مکرر شنیدید و در کتب خوندید این است که من اخلص لله 40 صباحا زهرت یا جرت ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه. هر کس 40 روز خالصانه دستوراتی که داده شده عمل کنه، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می شود. یه صلوات خط بفرمید. این یک مطلب که بحث دربارش مفصله، اما در مورد این که برای حضرت ابوالعبدالله الحسین علیه السلام 40 گرفته شد، گفتیم روز
رحلت یا شهادت بزرگان قبل و بعد از حضرت حسین رو به عنوان یوم الرحله یا یوم الشهاده همون روز یا سه روز یا هفت روز عزاداری میکردن، 40 نبود. اما اینکه رسید به حضرت ابوعبدالله الحسین چندین جهت داره که برای حضرت 40 مرسوم شد. خب یه جهتش اینه که مسلمه درش اختلافی نیست این مسئله، تواریخ و منابع حدیثی شیعه و سنی نوشتن که جابر ابن عبدالله انصاری رضوان الله تعالی علیه اون صحابه بزرگواری که حامل بسیاری از اسرار پیغمبر اکرم ائمه هدات معصومین و مخصوصا مورد توجه و عنایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، در امروز که 20 ماه صفر سال 61 هجری بوده ایشون وارد کربلا شده و وقتی هم که وارد کربلا شده جابر سنش خیلی زیاده، نابینا هم هست، یک چشمش رو در یکی از جنگ های در التزام پیغمبر اکرم از دست داده، چشم دیگرش رو در جنگ دیگه، پس بنابراین نابیناست، جایی رو نمیبینه، اما بصیرت داره. بصیرت مهمه. جابر آمد امروز رسید کربلا، از قضایا در بین راه مطلع شده بود. اینجا می نویسن که غلامش عتیقه، نه غلام به عنوان مثلا خیال نکنیم به عنوان یه نوکر یا پیش خدمته، نه عتیقه دانشمند و مفسر قرآن، شخصیت بسیار بزرگی است، اما تو این قضیه به ما درس میده. تقدم سابقین بر ایمان رو رعایت کردم، چون عتیقه میبینه جابر ابن عبدالله انصاری شخصیت مورد توجه راه نمایان و اولیاء خداست، هم سن فقری و ایمانیش زیاده، هم عظمت شخصیت داره، به همین جهت خدمت به این بزرگوار رو بر خودش لازم میدونه. اون علم و نمیدونم علم تفسیر و فضائلی که داره حجابش نمیشه که بگه من این همه علم دارم بیام خدمت این آقا رو بکنم. اینه که در احادیث غلام اومده خدمت میکرده، دست جابر رو گرفت، وارد سرزمین کربلا شدن. از اینجا 40 همش ادبه ها، همش درسه، همش پیامه. به عتیقه جابر میفرماید عتیقه من میخوام برم قبر مولایم سید الشهدا رو زیارت کنم، لذا اول من رو ببر به شریعه فرات غسل کنم. اونا که ما معتقدیم بزرگان دین مرده و زنده ندارن، یکی هستن. من در یکی از شهرستانهایی که شاید الان صدای من رو بشنون از مشایخ در اونجا دفن هستن، اونجا فقرا جمع میشن. یک کسی در اونجا گفت اینجا قبرستانه، اینجا گورستانه. گفتم نگو قبرستان، نگو گورستان، بل احیا اون اندر رب بهم یرزقون فرحین به ما آتاهم الله من فضله. اینجا قبرستان نیست، اینجا محل زنده هاست، اینجا زنده ها نشستن، حضور دارن. دلیلم دارم برای عرایز خودم غیر از این آیه قرآن. بنابراین اگر جابر میخواد قبر مولایش رو زیارت کنه باید بدنش غسل داشته باشه، پاک باشه. ما هم اگر به زیارت مولامون میایم باید هم از آلودگی های ظاهری خودمون رو پاک کنیم، هم از آلودگی های باطنی،
همانطور که در اعلامیه نوروز امسال فرمودن شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. اینجا خراباته. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. از آلودگی های ظاهری و باطنی باید خودمون رو پاک کنیم. جابر غسل کرد، غیر از این که غسل کرد به عطیه گفت اون جامعه تمیز و لباس پاک من رو بیار، بعد از غسل اونه بپوشم. علاوه بر این، چون در اون موقع ها این مواد امروزی نبود، برای خوشبو کردن بدن معمولا از سعد استفاده می کردن. گفت اون سعدم بیار خودم رو خوشبو کنم، بعد دست من رو بگیر، خودش دستش عصا بود، دست من رو بگیر ببر من رو به طرف قبر مولایم سید الشهدا. هنوز چند قدمی به قبر مونده بود. جابر که نمیدونست که قبر مولایش کجا هست، چشمش هم که نمیدید، اما چند قدمی قبر که رسید گفت عطیه از اینجا دیگه دست من رو رها کن، من خودم میرم، برای اینکه جاذبه مولایم من رو میکشونه به طرف خودش. قدم برداشت آهسته، مؤدبانه و با احترام. پس با هر حالت بدنی نمیشه به طرف بزرگان رفت. رعایت ادب در بدن و از لحاظ فیزیکی بدن هم لازمه. قدم آهسته برداشت، با حالتی گریان میگفت حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، به طرف قبر حضرت میرفت. رسید به قبر، خودش رو انداخت روی قبر، زیارت کرد. بعد از مدتی عرض کرد حبیبی یا حسین، چرا جواب من رو نمیدی؟ مگه من نوکر درگاه شما نبودم؟ مگه مورد عنایت جد شما، پدر بزرگوار شما، مادر شما، برادر شما نبودم؟ چرا جواب من رو نمیدین؟ حالا اینجا دو روایته که به عربعین ارتباط داره. یک روایت اینه که ایشون بیهوش شد، بعد از مدتی به هوش آمد، منافات با هم هم نداره دو روایتش. اینجا گفت که چگونه من انتظار داشته باشم ایشون جواب من رو بدن در حالتی که سر با بدن جدا هست، این بدن بیستری است که اینجا دفن شده. روایت دیگری هست که عرفانی تره، اون است که همینطور که به هوش آمد دید صدای زنگوله های شتر میاد. به عطیه گفت عطیه نگاه کن اینایی که میان کی هستن. یه مقداری عطیه تحقیق کرد، قافله نزدیکتر شد، گفت که مولایمون حضرت امام زین العابدین، حضرت سجاد علیه السلام، زینب کبرا، اسرای اهل بیت هستند که به قول فرمایش حضرت های رضا علی شاه اعلی الله مقامه الشریف، اینجا جوابش رو شنید از مولایش. اما در این که آیا در اولین اربعین، یعنی 20 صفر 61 هجری، آیا اسرای کربلا رسیدن به کربلا یا نرسیدن، اختلاف در مسائل اختلافی، دستور حضرت های رضا علی شاه به بنده اینه که شما در منبر، در سخنرانی، در کلاس ها، در مسائلی که اختلاف نظر درش موجود هست، نه نفیان و نه اثباتان هیچی نگید. روایت رو بخونید، نه تایید کنید نه رد کنید. چند شب پیش تلویزیون نگاه می کردم، تلویزیون فارسی، ما ایران خودمون، دیدم دو نفر با هم یه مناظره گذاشته بودن راجع به قضایای کربلا، شاید آقایون دیدن. یکی می گفت که حضرت علی اصغری اصلا نبوده، راحت. اون یکی دیگه می گفت بوده، حالا اومد بودنش قطعی شد، راجع به سنش بحث می کردن. آقا 6 ماهش بوده، اون گفت نخیر 2 سال بوده به این دلیل. اون یکی می گفت 4 سالش بوده،
اون یکی میگفت اصلا حضرت ابو عبدالله همچی بچه‌ای نداشته، این 20 سالش بوده. وای چه حرفی آخه. قسم حضرت عباس میخورم که شب اول قبل نکیر و منکر راجع به سن حضرت علی اصغر هیچی نمیپرسم. این دین نیست آخه. اصل دین رو ما بگیریم. حالا اگر احیانا در اربعین اولی هم نرسیده باشن، این مطلبی که ابهامات و اشکالات رو در این مسائل رفع میکنه عرفانه، غیر عرفان نیست. عرفا چی میگن؟ عرفا میگن جابر بصیرت داشت، الانم باید تجدید میکرد با ولی زمانش. سرش که گذاشت روی قبر حضرت، از حضرت حاجت خواست، جوابشو باطنن شنید، چون اون وسائل امروز که اون موقع نبوده، بهش تفهیم شد که ولی زمان تو امام چهارم حضرت سجاده. صدای زنگوله هم شنید، چه آمده باشن ظاهرن چه نیامده باشن. ای تا اینجای قضیه. اما یوم الرحله و یوم الشهاده برای بزرگان قبل از امام حسین و ائمه بعد از امام حسین داریم، اما اربعین چرا اینقدر مهم و با عظمت اینقدر تجلیل شده در شیعه؟ این دلیلش چیه؟ اون یوم الشهاده است عاشورا. اربعین به عربی لغتش میشه یوم و ذکرا. ذکرا یعنی یادآوری. قرآن یکی از اسماش تذکره است، یکی از اسماش ذکره، یکی از اسماش ذکرا هست. فذکر این نفعت ذکرا، مرتب یادآوری کن، برای اینکه یادآوری کردن مفید، مخصوصا برای مؤمن. اگر ملاحظه میکنید حضرتشون به حمد الله که انشالله به حق صاحب این روز سایهشون بر سر همه ما مستدام باشه و ما ببینیم که مرتب مخصوصا نوروزها مرتب اعلامیه صادر میکنن، اما ما ببینیم، سومیش هم عنایت کنید، اما ما ببینیم موادی که در اعلامیه صادر می‌فرمان فقط در محدوده قاب گرفتن و خوندن نباشه، عمل کردن باشه. شاید خیلی از آیون خانم‌ها می‌بینن اعلامیه که خونده میشه، که ما الان هر سحر جمعه یه شمارهشو می‌خونیم، در شهرستانام لااقل ماهی یه مرتبه همونطور که اول فرمودن خونده بشه. اگر شما میبینید که این اعلامیه ها رو کنار هم بگذارین، در این مدت اعلامیه های حضرتشون، اعلامیه های دوره 4 ساله کوتاه دوران حضرت آقای محبوب علی شاه اعلی الله مقامه، اعلامیه های دوران حضرت آقای رضا علی شاه، اگر میبینید کنار هم بگذارید، بسیاری از مطالبش تکراری هست. برای چیه؟ ذکر، یاداوریه. چون انسان، الانسانو جایز الخطا و نسیان، انسان اصلا فراموشکاره. چون فراموشکار هست، اینه که نیاز به تذکر داره. لقب پیغمبر اکرم یکی از القابش در قرآن مذکره، یعنی تو وظیفت یاداوری کردنه. انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، جز این نیست که تو یاداوری کننده هستی، نه اینکه تسلط و سیطره بر اینها به صورت جبر و تحمیل و زور و اکراه که باعث فراری شدن مردم از دین میشه نباشی. اربعین یوم الذکراست. لذا این زیارتی که سبان جمال رضوان الله تعالی علیه از امام صادق علیه السلام در برای روز اربعین نقل میکنه که خیلی مفصله،
اولش السلام علیک یا ولی الله و حبیبه، السلام علیک یا خلیل الله و نجیبه، السلام علیک یا ثبت الله و ابن صفیه الی آخر. یه جمله، جملاتش همه بحث داره، همه درس داره، اما یه جملهشو در این ارتباط بنده عرض میکنم. فاعذر فی الدعا، این نشانه همه بزرگان دین. فاعذر فی الدعا، امام حسین خودش رو به زحمت انداخت در دعوت مردم به سوی خدا. فاعذر فی الدعا و منح الناس هر چه توانست قبل از عاشورا و صبح عاشورا تا ظهر عاشورا این قوم رو نصیحت کرد، خیر خواهی کرد، اما کوردلانی بودن که نپذیرفتن. و بذل مجته فیک، بالاخره به شهادت رسید و خونش رو در راه تو داد. با چه هدفی؟ این اربعین تذکر اون مطلب هستا. با چه هدفی این کار کرد؟ خودش رو، بستگانش رو، اصحابش رو آورد کربلا، به شهادت رسیدن، بعد اسرا به اسارت رسیدن. چرا؟ لیستنقذ عبادک، خوب دقت بفرمایید، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. همه این کارا از همه ائمه، از همه بزرگان، از جمله امام حسین که عظمت مطلب رو میرسونه، بر این بود که بندگان تو رو از جهالت نجات بده. این جهالت چیه؟ جهالت از این بالاتر، من زبانم نمیگرد یه جمله رو بخونم ولی مجبورم. ابو عثمان جاهز از دانشمندان بزرگ اهل تسنن کتابی داره به نام الرد علی الامامیه، یعنی رد بر شیعه ها، تشیع. اونجا میگه معاویه که در زمان علی علیه السلام به زور حاکم شام بود، که بعدش هم دیگه کوس خلافت رسول الله رو زد و اینها، نماز جمعه میخوند. جایگاه نماز جمعه چیه؟ نماز جمعه یه هفته رو که خوند، بعد از خطبه نماز جمعه دستاش بلند کرد به طرف خدا، یه دعا خون، به قول خودش دعا هستا، اللهم ان ابا تراب یعنی علیم الحد عن دینک. خدای خودت میدونی علی ملحد شده و صد عن سبیلک، راه تو رو بسته، علی راه خدا رو بسته. معذرت میخوام، بقیهش نمیتونم بخونم چون خیلی بد و بیراست، اصلا نقلش هم امکان نداره. مردم گفتن آمین. معاویه دید عجب احمقایی هستن، عجب جاهلایی هستن که داره علی رو نفرین میکنه، مردم میگن آمین. دنبال جملش ابو عثمان جاهز مینویسه وقتی دید در مردم این عمل مزبرانه مؤثره و مردم قبول کردن، کتب بذالک الی الافاق، به تمام امپراتوری اسلامی که اون روز خیلی وسیع بود دستور داد همه در نماز جمعه این دعا رو بخونن. فیشاد علی المنابر، رو منبرها این رو با صدای بلند
خطبا و ائمه جمعه میخوندن به علی، سب بلند رواج پیدا کرد. این مردم جاهل هستند، جهلی دارن به نام جهل مقدس، یعنی ظاهرش دینه، ظاهرش مذهبه، ظاهرش عبادته، حقیقتش جز جهالت چیزی نیست. امام حسین چون از طرف یزید مؤاخذه میشد، مرتب دستور میدادند که باید بیعت کنی با خلیفه، و بیعت کردن با خلیفه مثل یزید برای حق یعنی امام حسین امکان نداره. در جواب فرمود مثلی لا یبایع مثلو، نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم، نه، جانشینان و اوصیای من هم، ما خاندان اهل بیت، ما که حق هستیم با باطل دست نمیدیم، بیعت نمی کنیم، تسلیم نمیشیم. این قضیه کربلا به وجود آمد. 40 میگیریم برای چی؟ برای اینکه عاشورا نهضت و قیام امام حسین بود، 40 نتیجهش معلوم میشه. اگر کلیه ابعاد قیام و نهضت امام حسین علیه السلام فقط در همین یکی که میخوام عرض کنم و عرضایزم خاتمه هست، همین یه نتیجه رو داشته باشه کافیه. آیون بعد از قیام امام حسین و بعد از واقعه کربلا، ائمه بعدی چه از طرف بنی امیه، چه از طرف بعدن خلفای بنی عباس و بعدش هم دیگران، تحت فشار بودن، تحت اختناق بودن، از این بالاتر که در زمان امام زین العابدین اصحاب حضرت میان خدمت حضرت، حضرت فرمان شما چطورین؟ عرض میکنن چطور باشیم که در بازار و خیابان اگر بگیم زردشتی هستیم، اگر بگیم مسیحی هستیم، اگر بگیم یهودی هستیم به ما کاری ندارن، اما به محض اینکه بدونن که ما از ارادتمندان شما هستیم اذیت میکنن. دیگه امام صادق که شما میدونید رئیس مذهب بودند و 4000 شاگرد پای درس ایشون هست بودن، آخر عمر خلیفه عباسی کاری کرد که وقتی صحابه میرن در منزلشون این جمله رو داره: از سطر و ارخا و الباب و مقلق، در بسته، پردم افتاده، ملاقاتم ممنون. اینا بوده، نمونه های دیگه هم هست، اما یک نتیجه داشت قیام امام حسین. در دوره های بعدی مدعیان خلافت و حکومت این جرأت رو به برکت قیام امام حسین پیدا نکردن. فشارها آوردن، اختناقها کردن، زندانها کردن، محاصرها کردن، اما این جرأت پیدا نکردن که به نماینده خدا و حجت در روی زمین بگن بیا با ما بیعت کن. این کم نتیجه ایه؟ 40 تذکر یاداوری به این نتیجه مهمه که همه فشارها، همه اختناقها رو ممکنه تحمل کنیم، اما شکرگزاری میکنیم، ارادت خودمون رو به امام حسین و اصحاب یاران شهیدش میرسونیم که شما کاری کردید که دیگه در این که بیعت کند نماینده خدا با اون مدعی خلافت و حکومت دیگه بسته شد. جهالت مردم به اندازه ای بود که وقتی اسرا را آوردن به شام، ببینید شاعر در یه جمله چی میگه: و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک تکبیر و تحلیلا. یعنی وقتی امام حسین
شماها رو میکشتن، عمر سعد دستور داد وقتی نیزه میزنید، وقتی شمشیر میزنید، وقتی سر حضرت رو میبرید، هم الله اکبر بگین، هم لا اله الا الله. در صورتی که کشتن امام حسین دشمنی با این بزرگواران، ریشه لا اله الا الله و الله اکبر رو کندن هست. خدایا امیدواریم که این توفیق رو به ما عنایت کنی که همونطور که فرمودن از برکات اربعین به این مجالس، اون هم محضر مبارکی ایشون، هممون بهرمند بشویم. اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهی نقسم و کبل حسین، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفر والمنافقین، اللهم انصر امام زماننا ارنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة، اللهم تقبل منا ومن اهل مجلسنا ومن بانيه المعظم بكرمك يا اكرم الاكرمين. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. جام السبوم با ادب بر پاستاده در بر میخوارها، پای خم باده پیری خضر وش دیدم خموش، لیک در این خموشی بر لبش گفتارها، چون سپند از جای جستم، چون سپند از جای جستم تا ببوسم دست پیر، گفت بنشین ای جوان پرهیز کن زین کارها، دست اگر خواهی ببوسی دست ساقی را ببوس، کف کند بر خرمن هستیت اکنون نارها، رو به ساقی کرد و گفتا خام است این جوان، زن شراب پختش دهتام زند زنکارها، ساقی محوش به دستم داد آبی آتشی، چون بنوشیدم به بادم داد پود و تارها، بخل و هرس و کینه و آز و هوا رفت از دلم، خالی از اغیار شد دل پر ز مهر یارها، بنده درگاه آن شاهم که در سیر و سلوک زیر زنجیر گران خوش بود چون بیمارها، خود طبیب قلب ها بود و دوای دردها، بی دوا و بی غذا در کوچه و بازارها، بس که سر بر خاک بنهاد و خدا را سجده کرد، انت زین العابدین معبود خوندش بارها، ستاره پرفروغ عمرش امروز رو به
افول بود، آن آقایی که کثیر البکا بود، آب میدید، سقا میدید، گریه میکرد، طفل شیرخوار میدید، گریه میکرد، گریه حضرت پیام داشت. جان عالمی به قربانت آقا جان، نام حضرت سجاد رو کی از گریه کنندگان عالم رقم زدن؟ از دوستان نزدیک حضرت گفت دلم خون شد هر وقت آقا رو دیدم به حال بکا. گفتم برای این که حضرت حال و هوایی عوض کنه آقا رو دعوت کردم در اون باغ مصفایی که داشتم پر از گل و ریاحین. خوشحال شدم وقتی اجابت دعوت شد، حضرت تشریف آوردن در اون باغ، یه نگاهی به این گلهای زیبا فرمودن به به، باغبانش کیه؟ خودم یبن رسول الله. چگونه این گلها رو آب میدی؟ از کدام آقا گل حساسه، نیاز به مراقبت زیاد داره، بعضی این گلها روزی دو مرتبه آب میخورن. یه وقت دیدم آقا منقلب شد، نشست روی زمین، شروع به